من فکر کنم از زمانی که این یوتیوب چنل رو شروع کردم به ویدیو آپلود کردم و توی لایوهای تو اینستاگرام یا یوتیوب هر وقت لایو اومدم، خیلیاتون از من پرسیدین که یه زندگی معمولی توی آمریکا چقدر هزینه داره، یعنی این نفر میتونه چقدر با یه پول میتونه زندگی نرمال داشته باشه، که دقیقاً من هر دفعه به این سوال اینجوری جواب دادم که گفتم این یک سوال خیلی گنگی هستش و بستگی به خیلی چیزا داره. از جمله اینه که اولین چیزی که هستش نرمال، منظورت از نرمال زندگی کردن چیه؟ شاید نرمال مثلا واسه من این باشه که توی آپارتمان باشم با یه نفر همخونه و ماشین نداشته باشم، از مترو و اینجور چیزا استفاده بکنم. شاید واسه شما این باشه که نه، حتما باید هاوس باشه، با حیاط باشه، ماشین خودتون رو داشته باشین، نمیدونم این چیزای مثلا توی خونه کامل داشته باشین، بعد حدود مثلا 3-4 هزار دلار پول باشه. نرمال خیلی فرق داره از یک شخص به یه شخص دیگه. و خارج از اون این نرمال که مثلا من بیام بگم به شما آره شما با 3000 دلار ماهی میتونه زندگی نرمال داشته باشین، این دقیق نیستش. این 3000 دلار توی نیویورک میشه تقریبا طرف هوملس، این 3000 دلار وسط آمریکا میشه زندگی پادشاهی. این چیزا خیلی فرق داره. ولی تو این ویدیو من قشنگ میخوام به شما چند تا چیزو نشون بدم که حرف بزنم، بگم که کارهایی هستش که شما بدون مدرک تحصیلی هم میتونین اینو با اینا توی آمریکا پول خوبی در بیارین. حالا هر کسی که میخواد مهاجرت بکنه آمریکا یا تصمیم مهاجرت رو داره، بعد میگه که من نمیدونم سنی از من گذشته، نه پدری هستش که سنش گذشته یا اصلا پسر یا دختر یا اصلا مادری که به دلایل مختلفی نرفته دانشگاه، مالی اصلا شرایطش نداشته، بچه دار بوده و خیلی چیزای دیگه، میخواد مهاجرت بکنه، توی فکر این باشه که شاید اینجوری فکر بکنه که حتما باید یه مدرک تحصیلی گنده داشته باشی توی آمریکا که بتونی زندگی خوبی داشته باشی، مرفهی داشته باشی، که میخوام اینجا به شما نشون بدم که حتما این شرایط نیستش. مثلا یه نمونهش خود من هستم. خیلی از آمریکایی هستن که مدرک تحصیلی رو دارن ولی ازش استفاده نمیکنن به دلایل مختلفی، مثل من که دوست داشتم بیام توی کامیون و به جای اینکه توی دفتر باشم از صبح تا شب یا از صبح تا بعد از ظهر، دوست دارم الان بیشتر مسافرت بکنم. ببینم خیلی هم با داشتن مدرک نتونستن کار درست حسابی پیدا بکنن که حقوقش رو بده، که حتی اگه خوش شانس باشن بتونن وام تحصیلیشون رو بدن و دلایل دیگه. توی آمریکا خیلی کار هستش که شما میتونین بدون مدرک تحصیلی انجام بدین، که اولینش که راه دور نریم میشه مثل من راننده پاییک شدن توی آمریکا. پاییک اولا توی آمریکا خیلی هم ارزش هم داره از لحاظ شغلی، شاید توی کشور دیگر نمیدونم ولی توی آمریکا خیلی به احترام میذارن اگه شما راننده پاییک باشین، چون بدون شما کشور میخوابه. و قبلا راجع به درآمداش صحبت کردم که اگه تازه شروع بکنین به چیز رانندگی با کامیون، شاید من حواسم به گوفی هستش داره خودش این برام میباله، از 4000 دلار تا 12000 دلار شما میتونین ماهی پول در بیارین و اگه صاحب کامیون بشین از 15000 دلار به بالا میتونین ماهی پول در بیارین. سابقه هم داشته باشین توی ایران یا کشورهای دیگه، 1000 سال هم سابقه داشته باشین، توی آمریکا بیاین رانندگی بکنین صفر حساب میشه. اینجا باید کولیه رو یه سال بدین که بعد برین شرکت‌های بهتر که مایلی بهتری بهتون پول بدن که بتونین پول خوبی در بیارین. یه نمونهش راننده کامیون هستش که درآمدش رو گفتم. شغلای دیگه که میخوام بهتون اشاره بکنم شخصا درآمدشون رو نمیدونم ولی قول میدم که اینا همشون درآمدشون عالی هستش. دومین شغلی که من میتونم حتما به شما رکمند بکنم همین باربر بودن، آراشگر بودن هستش که واقعا درآمد خوبی داره. من چند تا دوستام هستش که خوشبختانه موفق بودن تو این زمینه و تونستن جای بهتر استخدام بشن، ولی آدمای ایرانی دیگه میشناسم که توی لاس وگاس یا ایالت‌های دیگه چه خانم چه آقا آراشگر هستن، خدا رو شکر درآمدشون خوب هستش. از همون دو تا دوست من یکیشون توی یکی از کازینوهای لاس وگاس داره آراشگری میکنه توی هتل کازموپالیتن که یکی از بهترین هتل هستش توی لاس وگاس و آدمای معروفی همیشه اونجا میاد و اون کم کم الان میتونه 10000 دلار ماهی در بیاره کم کم، که یکی از اتفاقا مشتریاش همین بازیگر بریکینگ بد بود، والتر وایت. عکسش هم باهاش گرفته ولی عکسش رو نمیتونم اینجا اضافه کنم به خاطر اول اینکه شماره‌مو باهاش از دست دادم که توی چند روز گوشیم خراب شده بود، نمیتونم ازش اجازه کپی رایت بگیرم چون فردا میتونه بگه که عکس من استفاده کردی بدون اجازه. ولی آره عکساشو بهم نشون داده بود، ویدیوشو نشون داده بود که بازیگرای معروف هم میرن اونجا و خدا رو شکر زندگیش از این رو شد به اون رو قبل از اینکه اونجا استخدام بشه. شغلای دیگه هم هستش، مثلا تعمیر کردن نمیدونم این ماشینای بستنی هستش به عنوان مثال توی مکدونالد یا نوشابه مخصوصا، ولی بستنی چون مکدونالد این ماشینای بستنیش نمیدونم چرا خراب میشه ولی همیشه خدا همه جا آمریکا هم که هستش شما میتونین بگردین اصلا توی همون شهر خودتون ایالت خودتون قشنگ پول پارو بکنین، خیلی راحته. دوره‌هاشون هم هستش آفرم میدم. خیلی از کارم که میخوام بهتون بگم اینا اصولا از 1 ماه تا 1 سال بستگی به شغلش داره دوره‌ها دارن که یا خود شرکت ها بهتون تعلیم میدن یا با پول خیلی کمتر شما میتونین چیز کنین برین این کلاس ها رو بگذرنین که زبان آنچنان چی میگم تخصصی هم نمیخواد که اینا رو یاد بگیریم که مثلا یه نمونهش اگه بخواین برین تو این کارا یکی از چیزایی که بهترین پولا رو در میاره این کولر و چیز سیستمای گرمایشی هستش که توی کل آمریکا هم همیشه کار دارین، از خود میامیش بگی که همیشه گرمه، خود شیکاگوش بگی که هم گرمه هم سرده. شما 7 روز هفته 24 ساعت امکان داره در کل روز اصلا 365 روز در سال همیشه کار داشته باشین چون همیشه اینجور چیزا خراب میشن. و میگم خیلی از ایرانی هم تو این کار هستن چون هم آسونتر نسبت به چیزهای دیگه، چیزهای مهندسی و فنی حرفه‌ای، و هم پردرآمد هستش. خیلی من اون زمان که توی لاس وگاس شغلای چرت پرتی داشتم اومدن بهم گفتن که پسرم اگه واقعا میخوای زندگی تو تغییر بدی برو دنبال هیتینگ اند کولینگ، HVAC بهش میگن اینجا، برو دنبال اینا مدرک تو بگیر زندگی تو چیز میکنی، بعد یه مدت میری بیزنس خودت را میندازی 2-3 نفر استخدام میکنی دیگه میشینی پشت میز پولا رو پارو میکنی. که اونا منو دوست داشتن اینجوری میگفتن که واقعیت هم بود، دمشون گرم. من الان دارم اینا رو دارم به شما انتقال دارم میدم. خدا رو شکر ایرانی ها همیشه توی کارهای فنی بودن، از نجاری بگیر، از لوله کشی بگیر، برقکاری بگیر، توی کارهای ساختمون. کارهای ساختمون اگه بتونین اینجا برین توش، اینجا خیلی درآمد خوبی داره، مخصوصا اگه بتونین یونیون باشین، جزو اتحادیه برین دیگه نونتون تو روغنه. اولا حقوق بیشتر میدن ساعتی هر سال که مثلا اونجا کار بکنی هی حقوقتون میبرن بالاتر. دوما جزو اتحادیه شدن، حالا تو چه کار ساختمونی چه توی تاکسیرانی چه هر چی، اینجا شما دیگه شغلتون 99.9% تضمینی هستش که دیگه اخراج شما نمیشین. چون اتحادیه اگه یه چیزی بشه مثلا شرکت بخواد تو اخراج بکنی، نه وکیل میفرستن میگن آقا نه اینو نمیتونی اخراج بکنی، نه به خاطر من ریش میذارم فلان بهمان. یه شما قشنگ میتونین اگه واقعا سرتون تو لاک خودتون باشه میتونین بازنشستن بشین، یه زندگی مرفه‌ای هم داشته باشین. و کارهای ساختمون اینجا مثل ایران زیاد بدنی نیستش چون اینجا بیشتر از تکنولوژی و این چیزا استفاده میکنن، مثل ایران سنگین نیستش، هستش ولی مثل ایران سنگین نیستش. که این یکی از چیزهای دیگه هستش که حتما در نظر بگیرین اگه سابقه شو دارین. و اگه بخوام راجع همین الان که دارم راجع این صحبت میکنم، شغل دیگه هم هستش تو آمریکا به اسم هندیمن بودن که یعنی آچار فرانسه. تو مثلا یه نفر بره لولش بترکه، یه ذره گچکاری احتیاج داشته باشه، پنجرهشو بخواد عوض بکنه، آجر بغل شومینش عوض بکنه، و این آمریکایی‌ها اصلا این کارا رو بلد نیستن اصلا، یعنی نه تعمیر بلدن نه چیزی. شما ایرانی‌ها که ماشاءالله همتون خلاق هستین با این کار میتونین واقعا درآمد عالی هم داشته باشین. و میگم بازم من آدم میشناسم که اینجوری دارم این ویدیو رو میسازم به شما میگم، همیشه هم خدا رو شکر اگه شناختن که بشین کارتون هم هستش. بعد برقکاری یه نمونه دیگه‌اش هستش، اگه مدرکش هم بتونین بگیرین دیگه واقعا نونتون تو روغنه. میتونین مثلا جای صنعتی هم که برقکاری بکنین دیگه اوه واقعا قشنگ زندگیتون عالی میشه. و همینطور نجاری من زیاد نمیدونم ولی راجبش تحقیق کردم اینترنت، اونم جای خاصی استخدام میکنه ولی خب چون اینم بازم فن و حرفه هستش میتونین درآمد خوبی داشته باشین. 2 تا هم از آخرین چیزایی که میخوام راجبش حرف بزنم، یکیش آشپزی و سرآشپزی هستش که اگه سرآشپزی هم مدرک نداشته باشین بعضی از رستوران‌ها میتونن استخدامتون بکنن. حالا نه فقط قراره که راجع به غذای ایرانی باشه و اینجور چیزا، شما میتونین برین اگه رستوران ایتالیایی واقعا اگه تو این هنر داشته باشین شغلای پردرآمدی بگیرین و حتی اگه مدرکش هم بگیرین کالینری آرت، رستوران‌ها، کازینوهای بزرگ هم میتونه، هتل‌های بزرگ هم استخدام بشین که هم غذای خوب درست میکنین میخورین و هم پول خوبی در میارین. آخرین چیز من میشه همین چیزای موسیقی که خیلی ها میان اینجا از لحاظ نوازندگی ایران که متاسفانه خواننده ها رو اونایی که توی این کار هستن، توی این صنعت هستن، همیشه زیر منگنه میذاره، مجبور میشن فرار کنن. اینجا میان اکثرا خدا رو شکر موفق دارن میشن و شناخته دارن میشن که لازم به ذکر نیستش که چقدر ایرانی موفق توی این زمینه ما توی آمریکا داریم و توی کل دنیا هستن داریم. اینا چیزایی بود که من میتونستم بهتون بگم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه این ویدیو، تصمیمتون رو نسبت به مهاجرت تغییر بده و اگه سابسکرایب نکردین تا الان حتما بکنین، زنگوله بغلش رو بزنین چون من ویدیو آپلود کردم شما خبردار میشین و لایو قبلا گفتن که میذارم به سوالات شما جواب بدم. لایک و کامنت هم یادتون نره، به دوستاتون به اشتراک بذارین این ویدیو رو، خیلی کمک میشه. حمایت شما یک دنیا واسه من ارزش داره. تا ویدیو دیگه، خیلی دوستتون دارم. فعلا.